بنیاد سیمون دو بوار جایزه امسال خود را به مبارزه زنان ایران در خیزش زن زندگی آزادی تقدیم کرد. زنان ایران در سال 2009 نیز جایزه این بنیاد را به خاطر کمپین 1,000,000 امضای جنبش زنان از آن خود کرده بودند. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. جایزه سیمون دو بوار، نویسنده مطرح فرانسوی و مدافع حقوق زنان که داوران آن را شماری از جامعه شناسان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی حوزه زنان تشکیل می دهند، هر ساله به افراد یا جنبش هایی اهدا می شود که برای آزادی زنان و احقاق حقوق آنان تلاش و مبارزه می کنند. سیمون دو بوار از نویسندگان و متفکران شناخته شده فرانسوی است که با کتاب مهم جنس دوم مفهوم زن و نسبت آن با نقش‌هایی را که جوامع به او تحمیل می‌کنند به مسئله نظری تبدیل کرد، نظریه‌ای که با عنوان اگزیستانسیالیسم فمینیستی شناخته می‌شود. در دیدگاه همراه با شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده از فرانسه، اهمیت و تأثیر جوایزی چون جایزه سیمون دو بوار در جنبش‌های زنان جهان را بررسی می‌کنیم و از خصلت‌های خیزش زنان ایران می‌پرسیم. خانم شفیق روز 19 دی ماه به نیابت از سوی جنبش زن زندگی آزادی این جایزه را دریافت کرد. خانم شفیق، ما از جایزه سیمون دو بوار انقدر میدونیم که به حرکت‌ها یا افرادی تعلق میگیره که در حوزه آزادی و حقوق زنان فعالیت میکنن. برای ما از اهمیت این جایزه و کارویژه‌های اون بیشتر میگید لطفاً. با کمال میل. ببینین، این جایزه رو شاید میشه گفت یکی از نکات خیلی جالبش اینه که خانم جولیا کریستووا که ایرانیان فکر میکنم کسانی که اهل خوندن و به کتاب‌هایشون شاید بشناسن و میدونم که نامشون شناخته شده است به هر حال در سراسر دنیا و از جمله در ایران. خانم جولیا کریستووا که لزوماً هم در همه موارد با نقطه نظرات سیمون دو بوار هماهنگ نبوده و خودش یک نقطه نظرات خیلی دیگه‌ای میتونه داشته باشه در مورد مسئله جایگاه زنان، مسئله روابط و مناسبات جنسیتی و اینا، به دلیل اهمیتی که سیمون دو بوار داره در جنبش زنان برای آزادی، این جایزه رو تأسیس کردیم. وقتی که من این جایزه تأسیس شد، خودم اولین نکته بود که توجهم جلب کرد که همیشه میگفتن خب این دوتا نظرگاه یه جورایی در لزومن در کنار هم، یعنی به هر حال یک نقاط اختلاف و افتراق داره. این مهمترین. دومین این بود که برای اولین باری که یه جایزه رو روشنفکر رای به نام یک روشنفکر و نویسنده، رمان نویس و جستار نویس که خانم سیمون دو بوار و اکتیویست، چون سیمون دو بوار ویژگیش اینه که همه اینا توی چهرش هست، یعنی همه این ابعاد رو داره، هم فعالیت قلمی، هنری، ادبی و به اصطلاح جستار نویسی، فکری و هم فعالیت اجتماعی. خب این باعث شد که خود کریستووا اینجوری توضیح داد که دوست داریم که این در خدمت دفاع از جنبش آزادی زنان قرار بگیره و خب بعد از اونم راه خودش رو پیموده و این خب یک اقدام بعدی بوده دیگه، جای دیگه نبوده. بنابراین این از این نظر مهمه و تمام تلاشش اینه که این کار رو انجام بده. این دومین باره که جایزه سیمون دو بوار به زنان ایران داده میشه خانم شفیق. بار اول سال 2009 بود که به کمپین 1,000,000 امضا تعلق گرفت، این بار به جنبش زن زندگی آزادی. سوال من اینه، با توجه به اینکه جایزه هایی که به جنبش ها و حرکت های جمعی داده میشه گیرنده خاص ندارن یا به نیابت از اون جنبش به فردی داده میشن، اساساً چه کارکردی داره؟ تأثیر این جایزه ها چیه؟ من میتونم بهتون بگم که در مواردی که به جنبشی داده شده، مثلا در به کمپین 1,000,000 امضا در سال 2009 داده شد، من خودم شاهد تأثیرات بسیار مثبتش در روحیه کنشگران این جنبش که تحت فشارهای شدید بودن بودم و همچنین شاهد این بودم که چجوری حضور خانم بهبهانی اینجا تصویر دیگه ای از زن ایرانی رو به این به فرانسوی ها، به مخاطبان فرانسوی نشون داد و برای اونا بسیار شگفت انگیز بود که این اتفاق افتاده بود. و یعنی در واقع همه از یعنی یه تاثیر و تاثر متقابله، برای خود فرانسوی ها همینطوره، برای ایرانی ها هم در اون زمان بسیار غرور انگیز بود و میدونین یه جور شادی و یه جور به اصطلاح تقویت روحی که
حتما لازمه برای جنبش‌های اجتماعی. ببینین ما در سخت‌ترین شرایط نمیتونیم همیشه با محسون باشیم، یعنی توی مبارزه رنج، شادی، افتخار، غرور، همه اینا به هم دیگه آمیخته است و این لحظه‌ها برای یک جنبشی یک لحظه‌های غرورانگیزه و این خیلی لازمه. میدونین در اون زمان قیمت مقدی این جایزه بیشتر هم بود، یعنی در واقع نزدیک 30,000 یورو میشد ولی اونا نگرفتن. یعنی خانم بهبانی هم بر این عقیده بودن و بخش اعظم کمپین ویلنومیزا تصمیم گرفتن که نگیرن و این برگشت به صندوق انتشارات گالیمار و فرهنگ فرانسه. و خب این جایزه نقدی رو اونا نخواستن ولی اون جایزه نمادینش رو خواستن و این خیلی برشون مهم بود. میتونم اینو به عنوان یک تجربه مشخص بگم که چرا مهمه. خانم شفیق، توصیف حرکت زنان یک چیزه، به نتیجه رسیدن اون یک چیز دیگه. اون چیزی که زنان میخوان تحقق مبارزات و به ثمر رسیدن جنبشاشونه. همشون هم هدفهای مشترکی رو دنبال میکنن، مثل آزادی و رسیدن به حقوق برابر. سوال اینجاست که جنبشای جهانی زنان، فارغ از تمجیدهاشون از زنان ایرانی، چه کمکهای عملی میتونن به اونها برای دستیابی به حقوقشون بکنن؟ من فکر میکنم امروز و صحبتم هم همین بود در این جایزه، موقع این جایزه و بعد از اون در میزگردی که در روزنامه لوموند بود و خانم فرزانه میلانی هم از جانب، یعنی در واقع به عنوان اگه بخوام از چهره‌های ایرانی صحبت کنم، در این میزگرد حضور داشته، این بحث رو مطرح شد و من فکر میکنم که ما با یه درک جدیدی از همبستگی باید برسیم. میدونین این جنبش زن زندگی آزادی و حتی خود کمپین و حتی و به خصوص جنبش زن زندگی آزادی درس‌های خیلی زیادی برای خود فرانسویام داره. یعنی این همبستگی دیگه به حالتی نیستش که از این ور باشه فقط ما از شما حمایت میکنیم به عنوان قربانیان. ما در واقع با یک جنبش روبرو هستیم که کنشگرانشون نمیشه در مقوله قربانی اینا رو ارزیابی کرد. اونها در حال تحرک و ساختن یک دنیای بهترن و بنابراین هم اونها میتونن برای این طرف امید بخش بشن، هم از این ور میشه. چون میگم به نظر من امید بخش مهمی از جنبش های اجتماعی و این باید منتقل بشه، این امید و این درس ها باید منتقل بشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که وقتی که توی هر کدوم از کسایی که شرکت میکنن در اون مراسم چهرهایی هستن که بعضیاشون با نفوذن، بعضیاشون سرشناسن، بعضیاشون بالاخره در اطراف خودشون کلامشون نفوذ داره، اینها مسئله زن ایرانی رو مطرح میکنه. مسئله جنبش زنان ایرانی و همطور جنبش زن زندگی آزادی که فقط زنان هم نیستن، مردان هم هستن، این جنبش رو مطرح میکنه و در پی اون تبعاتش هم میاد، یعنی فشار آوردن به حکومت ها که اقدامات جدیتری بکنن اگر که کمک هایی لازمه اونا انجام بشه. یعنی میخوام بگم همه این محیط و همه این چیزایی که اتفاق میفته در یک لحظه تموم نمیشه، اینا دنباله داره و تو ما راجع به این دنباله هاش فکر میکنیم، راجع به این دنباله هاش امید داریم. به نظر شما خانم شفیق، پیرو صحبتتون میپرسم اینو، این که در ایران رسیدن زنان به حقوقشون به یک انقلاب عمومی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی گره خورده، چه خصلت هایی به جنبش اونها داده؟ این گره خوردگی سرنوشت زنان با سرنوشت سیاسی ایران چقدر مردان رو با اونها همراه کرده؟ خیلی سوال جالبیه. ببینین این دقیقاً تمام مسئله انقلاب زن زندگی آزادی اینه که برای شاید میشه گفتش در یک اولین بار که موقعیت زنان در مرکز یک انقلاب مردمی قرار گرفته. یعنی این انقلاب یک انقلاب مردمیه، همه درش مشارکت دارن ولی از مسئله زنان آغاز میشه، از مرگ فجیع مهسا جینا امینی آغاز میشه و بعد از اون ما میبینیم که زنان جوان، مردان جوان در این جنبش جان میبازن، جان میدن برای آزادی و این همه ملت رو با خودش در واقع میشه گفت، همه که یه بخشی هنوز با حکومت هستن به هر حال ولی یک مجموعه چشمگیر رو همراه این انقلاب کرده. این تحلیلی که من دارم از این موضوع اینه که به دلیل این هستش که زن ستیزی در واقع در مرکز ایدئولوژی حکومتی قرار داره. یعنی حکومت به اسلامیسم که ایدئولوژی این حکومت از اسلام یک ایدئولوژی درست کرده، در مرکز این ایدئولوژی زن ستیزیه. مثلا شما اگر فاشیسم هیتلر رو نگاه کنید، هیتلر رو در نظر بگیرید، در مرکز ایدئولوژیش یهودی ستیزیه ولی در مورد این
حکومت در مرکز ایدئولوژی اسلامیستیش زن ستیزیه، ولی این به این معنی نیست که مردها سرکوب نمیشن، بلکه یک سیستمی رو درست کرده که این سیستم یک سلسله مراتبی داره که به هر حال در مرکز زن ستیزیه، ولی تمام جامعه رو از حقوق شهروندیشون و از آزادی‌های ابتداییشون محروم میکنه. و همین دلیلی که این اتفاق افتاده و این اتفاق بسیار فرخنده است برای ایران و برای سراسر دنیا، پیام‌های جدی داره. جنبش‌های زنان ایران دست کم به دوره مشروطه برمیگرده خانم شفیق. یعنی بیشتر از 100 ساله که زنان در ایران دنبال حقوقشون هستن. در آخر میخوام این سوال ازتون بکنم. به نظر شما زنان ایران در خیزش 1401 کجای تاریخ آزادی خواهی خودشون ایستادن؟ کجا قرار گرفتن؟ یا به عبارت دیگه این دوره چه تحولی در حرکت‌های تاریخی زنان به حساب میاد از نظر شما؟ من فکر میکنم که این دوره تمام آثار گذشته زندگی زن ایرانی رو خلاصه کرده. یعنی یه جور فشرده‌ای هست از تمام مبارزاتی که در طول زمان در کشور ما انجام شده، و اگه فقط تاریخ معاصر رو در نظر بگیریم، از انقلاب مشروطه تا اکنون رو در نظر بگیریم، این دوره مثل این میمونه. من یه قطعه شاعرانه نوشته بودم که اونجا گفته بودم تکثر قرة‌العین در خیابان هاست. میدونی؟ یعنی قرة‌العین در قرن 19 بوده، الان در خیابان‌ها کو به کو، رو به رو، چهره به چهره ما میبینیم. و بعد ما میبینیم که اون تظاهراتی که زنها کردن، در زنهای ایرانی علیه به اصطلاح فرمان، یعنی فرمان که گفتار خمینی که داشت نوید میداد که حجاب اجباری قراره بیاد، و نوید شومی بود، در واقع گفتار شومی بود، زنها به میدون اومدن و همون گفتن آزادی، آزادی. و همون صدا الان بعد از چند دهه در خیابان‌های تهران و بقیه در همه کردستان، بلوچستان و از تا هر جای شیراز، اصفهان، تهران، همه کرمان، همه جا، حالا دیگه نمیتونم اسم همه جا رو ببرم، ولی همه جا هست. بنابراین باز برمیگردیم به اون دوره. همه این دوره من فکر می‌کنم ویژگی شگفت‌آور این جنبش اینه که همه این دوران رو در خودش بازتاب میده. بسیار سپاسگزارم از شما شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده از پاریس، فرانسه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.